سلام. اخباری مهمترین روز را از استودیوی رادیو زودی از شهر پراگ من شعله گلخوجا تقدیم میکنم. امروز در برنامه جسد تاجری کشته شده را به وطن آوردند. تابوت را از روسیه به تاجیکستان زن و یگانه فرزند اسدالله محمودوف همراهی کردند. وعده داده است که من همش یافت میکنم. قاتل را همش یافت میکنم. محکمه میکشم. در سوریه بیرون بردن مردم آسایشته از منطقه درگیری دیگر باره ادامه یافت. شورای امنیت امروز مسئله مذکور را بررسی میکند. و سفید دره به قبول مشتریان آمادگی میگیرد. این مجمع استراحتی و ورزشی با 80 میلیون سومانی از نفسوزی شده است. خشاوندان و امدیگان اسدالله محمودوف رئیس پیشین جمعیت توجیکان در شهر مگنیتوگورسک روسیه روز شنبه ماتم داشتند. صدها نفر روز 18 دکبر در مراسم دفن اسدالله محمودوف در دهه زرگری نویه بختر شرکت کردند. تابوتی صاحبکاری توجیک را که روز 15 دکبر در شهر مگنیتوگورسک کشته شد نزدیکان و امدیگانش برای دفن بردند. اسدالله محمودوف را در داخل ماشین و در نزد خانه‌اش با ضربی تیر هلاک کردند. اختلافات بین حلقه‌های تجارتی را یک عامل قتل شهروند تاجیکستان نامیدند. مقامات روسیه وعده دادند که قاتل را پیدا میکنند. وعده کردند که همش یافت میکنیم. آدمی که نه در مگنیتوگورسک سردار کارهای داخلی شده گید. وعده داده است که من همش یافت میکنم. قاتل را همش یافت میکنم. محکمه میکشم. جسد اسدالله محمودوف را شب 17 دکبر به زادگاهش آوردند و ازدحام زیاد در این شب برای ویدا به دیدن او آمده بودند. تاجر 49 ساله تاجیک از سالهای 2004 تا 2011 رئیس جمعیت تاجیکان در مگنیتوگورسک بود. قسمتی از ایوان بینای نشریات شرق آزاد معروف به گژکا در شهر دوشنبه فرو رفته و دفتر خبرگزاری اوستا را خراب کرده است. حادثه نیمه شب 18 دکبر رخ داده است و خوشبختانه کسی آسیب ندیده است. بینای مذکور یکی از بناهای بلندترین دوشنبه است و زمان شوروی ساخته شده است. جزئیات بیشتر در گزارش شادمانیتی. ساعت‌های 10 تا 11 شب تقریبا یک صدا برآمد. ما برآمدیم که هی گرد اطراف دیدیم یگان چیز نتو گردی بینا دور گشتیم دیدیم که همون سیمنت از اوشنای دوازده هم هفتید است اوشنای دیوم دا دیدیم که باید سراخ کرده است بومی اوشنای دیوم ها های دردر مایده پروی سنگ باید دیدیم. مسئولان خبرگزاری اوستا میگویند که هرچند بتونی کنده شده در بالای لوازمات فنی آنها نافتیده است ولی از سو با سبب نبود شرایط کار نمی توانند به کار خود ادامه بدهند. به آنها یک حجره موقتی دادند که هنگام حضور ما قوه برق نداشت. همون پیتایی که از بالا افتیده است بومی در آمدگوی کارخانه ما رو خراب نموده است و خودی همون اتاق کاریه که ما میشینیم در اونجا یکون ضرر دیده نمی شود. شکری خدا که همه همون کامپیوترها و دیگر دستگاه‌هایی که ما از آن استفاده می‌بریم همه در حالتی خوب قرار دارند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان افتیدن بتون را یک حادثه ناخوش عنوان کردند. گروهی کارمندان این نهاد با رهبری معاون اول رئیس آن شاهیان رستم میرزاخواجه در نشریات شرق آزاد علت این حادثه را بررسی کرده و پس از انجام کار کمیسیه سبب فروریزی بتون را معلوم خواهند کرد. مجموعه تب و نشر شرق آزاد سال 1986 ساخته شده است ولی به گفته رهبریت پیشینه این بنا تا هنوز از جانب کمیسیه دولتی برای استفاده قبول نشده است. رهبر پیشین شرق آزاد گفته بود حجت های موجوده دلیل آن است که همگی 78% کارهای ساختمانی در این بنا اجرا شده اند. بعد نشریه هایی که در کمبینت پلیگرافی دوشنبه نشر می شدند با سبب در حالت صدموی بودن آن بنا به شرق آزاد آورده شده است. سالهای 2000 به همه مؤسسان نشریه ها هم مصلحت داده بودند که از هر گوشه شهر به این بنا کوچ بندند. این بود که برخی از خبرنگاران سابقه دار در این بنا می گویند تا حال این کمبودی به چشم می رسد. از جمله آنها نظام گرمیدهی بنا را مثال می آرند. شادمانیتی مردان محمد آزادی دوشنبه.
برنامه رو ادامه میدیم. در سوریه انتقال مردمی و سویشته از شهر جنگ زده حلب روزی 19 دکبر ادامه کرد. بعد یک روزی روی روی در دو روستای محاصره کردن شورشیان در حلب آنها اجازه دادند که مردم به منطقه‌های امن کوچ داده شوند. ده ها اتوبوس هزاران نفر را از شرق حلب به منطقه‌های تحت نظارت شورشیان در غرب شهر بردند و صدها نفر از ساکنان روستاهای فوا و کفرویه را که اکثر شیعه مذهب هستند به منطقه‌های تحت نظارت حکومت بردند. این ویدیو رو که میبینید روزهای 15 و 16 دکبر در کناره‌های غربی شهر حلب بنوار گرفتند. در این روزها مردم ملکی و هم شورشیان ضد حکومت بشار اسد را از شرق حلب به غرب آن به منطقه‌های تحت نظارت شورشیان میبرند. بیرون بردن مردم آسایشته از نایه‌های تحت کنترل شورشیان روز 16 دکبر متوقف شد. رها کردن مردم از منطقه‌های جنگ زده در حالی است که قرار از شورای امنیت سازمان ملل درباره فرستادن ناظران برای نظارت بر بیرون بردن مردم از منطقه‌های درگیری قطعنامه را بررسی کند. روسیه یک شریک حکومت سوریه که مخالف قبول قطعنامه بود با پیشنهاد فرانسه برای فرستادن ناظران رضایت داده است. و حالا برمیگردیم به تاجیکستان. بازرسی دولتی اتومبیلی کشور میگوید به پروایی و به احتیاطی پیاده گردان هنگام حرکت در راه ها سبب فلاکت و مرگ خودی آنها می شود. به گفته مقامات صدمه های زیاده در تاجیکستان با عیب پیاده گردان رخ می دهد. اما ساکنان میگویند عیب راننده ها هم در صدمه ها کم نیست. مومین احمدی موضوع را ادامه می دهد. بازرسی دولتی اتومبیلی تاجیکستان میگوید تعداد بزرگی از پیادگان را که قاعده های حرکت در راه را رعایت نکردند جریمه کردند. آنها میگویند بنابر رعایت نکردن قاعده حرکت در راه اکثر صدمه ها محض به همین خاطر رخ داده است. از این رو حالا تصمیم گرفتند تا جدی آن پیادگانی که قاعده های حرکت در راه را رعایت نمیکنند جریمه کنند. ما این موضوع را پیگیری کردیم و با پیادگان و رانندگان در این موضوع صحبت کردیم. بر اساس آمارهای رسمی نزدیک به 200 هزار ساکن تاجیکستان برای رعایت نکردن حرکت در راه مجازات ماموری شدند. بر طبق این آمار به هر یک 40 ساکن تاجیکستان یک نفر رس میآید که قاعده را رعایت نکرده است. عبدالرحمن یک جوان 21 ساله است. این ساکن جوان دوشنبه میگوید با آن خاطر از این راه عبور نمود که راههای پیادهگرد در مسافه های از هم دور قرار دارند. راه نسکه و دو مجبور شدن که هم تبزگرند برای یک کیلومتر میره عیبولو میزدی. از همه بیشتر در شهر دوشنبه قاعده های حرکت در راه ویران شدند. بازرسی رخ دادن صدمه های نقلیاتی و هلاکت آدمان را بر رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه از جانب پیادگردان مربوط می دانند. در شهر دوشنبه 39956 پیادگرد برای رعایت نکردن قاعده های حرکت در راه مجازات ماموری شدند. رانندگان می گویند واقعا حرکت پیادگردان در راه ها خیلی خطرناک صورت می گیرد. از حرکت ناگهانی پیادگردان و وای میشویم. انتظار شده نمیشه که حوزی وای راه ها میزگرن یا نمیگذرن. برای ما فهم وقت در تشویشیم. نه همه پیادگردان به ایده های رانندگان راضی اند. فاطمه یک دانشجو دختر میگوید برخی راننده ها حتی در راه گذرها با وجود سرخ بودن چراغک پیادگردان را راه نمیدهند. با گفته او رانندگان تنها در مکانهای به پیادگردان راهی گذاشتن میدهند که آنجا کامیراهای نظارتی نصب شده است. مثلا اون جای راه گذاشتم یک مسافت سولش کالونتر با بولم های کدا گذاشت. تنها در شهر دوشنبه 265 صدمه نقلیاتی رخ داده است که در پای آن 44 نفر هلاک و 69 نفر مجروح شدند. بازرسی دولتی اتومبیلی در 75 حالت این صدمه ها پیادگردان را گناهکار میداند. مومین احمدی بود که گزارش میداد. نیاتویزی دخلت پایتخت توجیکستان با گزاراندن سنجیش به دری ده ها کشونه حسن خلف زدن. نیاتوی بیداشته میگن نبودی توزگی در این آرایشگاه ها میتواند به سیاتی مشتریان ضرر رساند. همکارانی ما این موضوع رو پیگیری کردند. در پای رایتوی اخیر 35 کشونه حسن رو در دوشنبه برای رعایت نکردن قاعده های سانیتری و گیگینی بستند. طبق معلومات خدمات نظارت سانیتری اپیدمیولوژی سبب اصلی بستن این مؤسسه ها ویران نمودن معیار ها بوده است. آنها خطی آب و کوریزی ندارند، بدون خلعت به مشتری ها خدمت می رسانند، صاحبان آن از معاینه طبی نگذشتند، محلول بی ضرر گردانی ندارند یا اسباب هایشان را سری وقت تازه نمی کنند.
Дилраба ороишгари кошонаи Ҳусни Ситора, ки як моҳ аз кор монда буд, мегӯяд дар ин муддат 3000 сомонӣ даромадашро аз даст дод. Ин кошона бо тарзи махсуси бофту ороиши мӯй маъруф аст ва рӯзе даромади миёнаи он 150 сомониро ташкил медиҳад. Дилраба мегӯяд, онҳо низ мехоҳанд тамоми шароитро фароҳам кунанд, аммо на дар ҳама ҳолат тавонашон мерасад. Фар ҷои хушруба причёска макияж куна яхело да ҷои тозаги ҳам ар хелда яхело да фарқаш не у чирки ми тоза нигоҳ намекуна онҷа да фарқаш нест. Дар Тоҷикистон наздик ба 2000 кошонаҳои ҳусн занона ва мардона фаъолият дорад ва талабот ҳам дар солҳои ахир ба ин хизматрасонӣ зиёд шудааст. Марьям, як сокини шаҳри Душанбе, мегӯяд, шароити рангубор кардани мӯй ва абрувонашро дар хона надорад. Ҳамеша аз хизматрасонии ороишгоҳҳо истифода мекунад. Ҳолати рӯҳии инсонато мувофиқи ҳамон либос набошадам, ки ба хотири он ки хотири дигарҳоро байн накунем, чӣ гӯям, фас накунем ва табашонро хира насозем, бояд ба худ эътибордем. Ниҳодҳои беҳдоштӣ мегӯянд баъзан оддитарин қоида дар ин марказҳои ороишӣ риоя намешавад ва боиси эҷоди мушкилоти сиҳатӣ барои муштариён мегардад. Хадамоти назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ дар шаҳри Душанбе ҳар сол бо дастури додситонӣ ва вазорати тандурустӣ санҷиши кори кошонаҳоро анҷом медиҳад, баъди ошкор шудани мушкилот амри бастани муваққати ин муассисаҳо содир мешавад. Пизишкон мегӯянд, агар аз як тараф баста шудани ороишгоҳҳо ба ҷайби ороишгарон зарба занад, аммо аз сӯи дигар нодида гирифтани шароити тозагиву беҳдоштии кор дар чунин марказҳо метавонад муштариёнро ба бемориҳои гуногун гирифтор кунад. Риоя нашудани қоидаҳои беҳдоштӣ дар ороишгоҳҳо метавонад муштариёнро дар як ташриф ба чунин марказҳо ҳатто ба бемориҳои сироятии пӯст ва ҳамчунин ВИЧ-спиду гепатити С ва Б гирифтор кунад. Ахиран ҳам мақомоти беҳдоштӣ аз бонувон хост, ки дар истифодаи маводи ороишӣ, яъне косметикӣ, аз атру упо аз эҳтиёткор бигиранд. Гузориши Сарнёзи Руҳулло буд. Интизор меравад, ки чанд рӯз баъд маҷмаи лижаронии Сафеддара ба қабули дӯстдорони варишҳои зимистона оғоз кунад. Аммо ин осоишгоҳи зимистона барои аксарияти сокинони Тоҷикистон дастнорас аст. Абдулло Ашуров ба ин маҷмаи варзишӣ рафт. Бо боридани барфи нав маҷмаи лижаронии Сафеддара омодаи қабули лижаронҳо ва дӯстдорони варзишҳои зимистонӣ аст. Муштариён дар ин мавзеъ метавонанд лижа, сноуборд ва либосҳои лижаронеро ба иҷора гиранд. Қимати иҷораи ҳуҷраи ду нафарӣ барои як шаб дар осоишгоҳ 80 доллар ва ҳуҷраи 4 нафарӣ 140 доллар аст, ки барои мардуми оддӣ чандон дастрас нест. Агар мо нархро бо мавзеъҳои монанд ба Сафеддара дар кишварҳои ҳамсоя муқоиса кунем, аз мо арзонтар аст. Масалан, як ҳуҷраи ду нафарӣ дар меҳмонхонаи капризи Қарақол дар Қирғизистон дар шаби соли нав 340 доллар аст. Дар мо ҳамагӣ 160 доллар. Там европейскому ринку, а Россия пока не можем. Ин маҷмаи лижаронии Сафеддара дар 38 километри шаҳри Душанбе дар ноҳияи Варзоб аст. Тавре мебинед, дар ин маҷмаа таи соли ахир як павильони комилан нав сохтанд, ки афсонаи Сафеддара нам дорад ва он иборат аст аз дуконҳои фурӯши маҳсулоти ғизоӣ ва ҳам ҳунармандӣ. Яъне сокинони маҳаллӣ метавонанд ҳунарҳои дастии худашонро дар ин ҷо ба фурӯш гузоранд ва аз сайёҳони хориҷӣ низ метавонанд аз он харидорӣ кунанд. Ва дар ин ҷо дар поёнтари маҷмаи Сафеддара як майдони хеле бузург сохта шудааст, ки дар он ҷо сарояндагон метавонанд суруд сароянд ва макони дилхушии лижаронон ва дигар меҳмонони ин маҷмаа хоҳад буд. Ҳамчунин таи соли ахир ду бинои комилан нав дар ин маҷмаа сохта ва истифода шудааст. Яке аз ин биноҳо ин бинои барои гузаронари конференсзалҳо аст ва дигари бино ин бинои тарабхона аст, ки дар онҷо меҳмонони ин маҷмаа метавонанд ғизоҳои лазиз истеъмол кунанд. Маҷмаи Сафеддара, ки дар гузашта моликияти давлат буд, соли 2015 хусусӣ шуд. Осоишгоҳи зимистона яке аз маҷмаъҳои тафреҳӣ ва ҳамин гуна ҷои тамрини варзишгарони тоҷик аст. Вале варзишҳои зимистона ба мисли лижаронӣ дар Тоҷикистони гарм маҳбубияти чандоне надорад.
Бо нашрин гузориши Абдулло Ашуров барномаи имрӯзро поён мебарем. Хабарҳои бештарро дар вебсайти ozodi.org ва саҳифаҳои вижаи мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ Facebook, Twitter ва Одноклассник бихонед. Мо ҳамчунин наворҳои диданиро дар YouTube мегузорем. То барномаҳои фардо, худо нигаҳдори шумо.